سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس که البته اول ممکنه فکر کنید اینجا کلاس درس نیست و اشتباه اومدین اما نه درسته میخوایم با هم دیگه در مورد بازی پرندگان خشمین یا همون انگری برز که یکی از محبوب ترین بازی های دوران جدید هست صحبت بکنیم و من مطمئنم خیلی از شما این بازی را انجام دادید اگر نه میتونید الان اصلا با این بازی بسیار هیجان انگیز آشنا بشید و ببینید که چقدر به فیزیکی که ما داریم میخونیم مربوط هست بازی هم اینجوریه که این پرنده های خشمگینی که سمت چپ هستن رو من باید به نحوی پرتاب بکنم با این تیرکمون که بخورن و این موجوداتی که اینجا سمت راست هستن رو از بین ببرن و من دوتا تنظیم دارم یکی اینکه میتونم زاویه‌ای که این پرنده رو پرتاب میکنم و تنظیم بکنم و یکی دیگه این که میتونم میزانی که میکشم این کش رو یعنی سرعت اولیه پرنده رو تنظیم بکنم و اگر خیلی شدید پرت... پرتاب بکنم اصلا میره و اینا رو رد میکنه اگه خیلی آروم پرتاب بکنم همین جلوهای خودم میفته زمین و بنابراین من باید یک جوری پرتاب بکنم که با اون زاویه و با اون سرعت خاص پرنده بره و بخوره به اون موجودات بیایید مثلا شروع بکنیم امتحانی و من مثلا به جای این سرعت اولیه حد اکثر مثلا این سرعت اولیه رو بدم و مثلا با همین زاویه که الان گرفتم پرتاب بکنم بریم ببینیم که پرنده ما به کجا میخوره خب به نظر میرسه خیلی هم ناموفق نبودیم و تونستیم ستای اول رو با هم از بین ببریم خب الان من وقتی با این زاویه و با این سرعت اولیه پرتاب کردم که الان تقریبا زاویه مشخصه چقدر هست و سرعت اولیه هم با این نقطه‌ای که اینجا می‌بینید مشخصه یعنی من تا اونجا کشیده بودم تا اینجا رفت یعنی به این در این نقطه فرود اومد حالا سوالی که برای من مطرح اینه که خب من میخوام این آخریه رو شلیک بکنم به طرفش دیگه اینه که آیا باید زاویم رو بیشتر بکنم یا زاویم رو کمتر بکنم یا سرعت اولیه‌ام رو باید چقدر بیشتر بکنم که به جای اینکه اینجا فرود بیاد پرتابه من بره و اینجا فرود بیاد در این ویدیو و دو سه آینده یا یکی دو ویدئو آینده با همدیگه میخوایم این نوع حرکت رو بررسی بکنیم که بهش میگیم حرکت پرتابی پس اجازه بدید من برم سراغ خود حرکت پرتابی در فیزیک یک مقداری از این فضا خارج بشیم و بریم در دنیای فیزیکی و مختصات دکارتی با همدیگه حرکت پرتابی رو تحلیل بکنیم خب حالا من این عکس این حرکت پرتابی که این پرنده خشمگین ما صورت داد رو اینجا آوردم تا بتونیم روی اون با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم من میام و فرض میکنم که این نقطه ای که این پرنده من الان قرار داره مبدع مختصات من هست و محورهای مختصات رو رسم میکنم این میشه محور ایکس های مختصات دکارتی من این هم میشه محور وای های مختصات دکارتی من و بنابراین الان این پرنده خشبگین من در مبدع مختصات قرار داره و مسیری که این پرنده خشبینه من طی کرده اینجا مشخص شده من سعی میکنم که روی اون تقریبا حالا خیلی هم دقیق نه رسم میکنم که شکل برای شما آشکارتر بشه این یک همچین مسیری هست که پرنده خشبینه من طی کرده و چه چیزی در اختیار من بود در این بازی چیزی که من میتونستم تنظیم بکنم سرعت اولیه بزرگیش و زاویه اولیه بود و بنابراین من در حقیقت داشتم بردار سرعت اولیه رو تنظیم میکردم یعنی مثلا یک همچین چیزی بردار سرعت اولیه من هست که بزرگی و اندازه اون رو من دقیق تنظیم میکردم و بعد جسم این مسیر رو برای من طی میکرد پس من اسم این رو میذارم بردار وی یا سرعت اولیه این هم مسیری بود که این پرتابه من یا این پرنده خشمگین من طی کرد به یک چنین حرکتی ما در فیزیک میگیم حرکت پرتابی و تفاوتش با سقوط آزاد رو شما کاملا میتونید ببینید سقوط آزاد فقط در یک بعد بود یعنی من مینداختم بالا و میومد پایین حرکت پرتابی در دو بعده یعنی اینکه میره به سمت جلو و در هم در بعد x و هم در بعد y حرکت میکنه یک شباهتی بین این دوتا وجود داره یعنی یک شباهت بسیار بسیار مهم بین این دوتا وجود داره و اون اینه که هر دوی اینها حرکت با شتاب ثابت میدان گرانشی زمین هستند. یعنی تنها شتابی که الان بر این پرتابه من یا این پرنده خشبین من داره وارد میشه البته تنها شتابی که وارد میشه لغت غلطیه میتونم بگم تنها اثری که برش وارد میشه اثر میدان گرانشی زمین هست که باعث میشه این پرتابه من در تمام نقاط مسیرش فرض کنید الان این پرتابه من هست یعنی پرنده خشبگین من و در یک نقطه مسیرشه داره با شتاب ژ به سمت پایین کشیده میشه چون شتاب گرانشی زمین به سمت مرکز زمین هست و هیچ شتاب دیگه برای اون در اون وجود نداره یعنی در راستای محور X ها هیچ شتابی نداره و تنها شتابی که داره در راستای محور وای ها هست حالا من این رو چون هنوز وارد مکانیک نیوتونی نشدم داخل پرانتز میگم شما یادتون باشه بعدا در مکانیک نیوتونی میتونیم بهش برگردیم و اونم اینه که وقتی یک جرم در فضا قرار داشت نیروی گرانشی ج بهش وارد می شود و اگر هیچ نیروی دیگه این اطراف نبود یعنی من حلش نمی دادم یا هیچ مقاومت هوایی نبود تنها نیرویی که به این جرم من داشت وارد می شود از طرف زمین بود که داشت با ج اون رو به طرف خودش جذب می کرد و طبق قانون نیوتون که من میدونم دونم برایند نیروهای وارد بر جسم به من ام رو می ده، من نتیجه می گیرم که منفی ج چون نیرو به طرف پایین هست منفی هست مساوی میشه با ام آ و بنابراین شتاب جسم من برابر هست با منفی ج به طرف پایین و در نهایت از این تحلیل چیزی که من نتیجه میگیرم اینه که معادله شتاب حرکت پرتابی به این شکله که آ ایکس یعنی در راستای محور ایکس ها شتاب من صفره چون هیچ نیرویی به جسم من در راستای محور ایکس اصلا وارد نمیشه و من صرفا پرتش کردم و دیگه اینجا رها هست جسم من در طول مسیر و در راستای محور وای ها نیرویی که بر در حقیقت شتابی که بر جسم من وارد میشه منفی ج هست چرا چون زمین داره اون رو با قدرت ام ج جذب میکنه با نیروی ام ج جذب میکنه و بنابراین طبق اف مساوی با ام که قانون دوم نیوتن بود شتاب منفی ج داره به جر جرم من در راستای محور وای ها وارد میشه از این معادله اول من بلا فاصله یک نتیجه خیلی مهم میگیرم و اونم اینه که سرعت جرم من در راستای محور x ها ثابته خب ببینید یک بار دیگه مرور میکنیم حرکت دو بعدی رو در حرکت دو بعدی شما دو بعد رو یعنی بعد x ها و بعد y ها رو کاملا دارید مجزا تحلیل میکنید و صرفا با جمع برداری اون تحلیل هاتون مجموعه حرکت رو به دست میارید که چه شکلی است من میدونم که در راستای محور ایکس ها من هیچ شتابی ندارم پس مستقل از اینکه در راستای محور وای ها داره چه اتفاقی میفته سرعت من در راستای محور ایکس ها ثابت هست خب حالا سرعت من در راستای محور ایکس ها در اول حرکت چقدر هست خب من کافیه که این بردار سرعتم رو به مؤلفه ایکس خودش تجزیه بکنم و به معلف وای خودش تا سرعتش رو در دو راستای محور مختصات به دست بیارم اگر این زاویه ی حرکت اولیه من آلفا باشه من نتیجه میگیرم که سرعت اولیه من در راستای محور ایکس ها هست وی کوسینوس آلفا و سرعت اولیه من در راستای محور وای ها هست وی صفر، سینوس آلفا خب یادتون هست دیگه من در سرعت اولیه که به حرکت پرتابی میدادم هم میتونستم اندازه رو تنظیم بکنم یعنی خود وی رو و هم زاویه پرتاب رو یعنی آلفا رو و این دقیقا به من سرعت رو در راستای محور ایکس ها و بعد سرعت رو در راستای محور وای ها خواهد داد خب حالا من طبق این چیزی که اینجا گفتم نتیجه میگیرم که سرعت در راستای محور ایکس ها همیشه برابر با وی کوسینوس آلفا هست یعنی ثابته چون اول این بوده و هیچ شتابی هم دیگه بهش اصلا وارد نمیشه در طول مسیر یعنی هیچ شتابی نداره جسم من در راستای محور ایکس ها در نتیجه سرعتش در راستای محور ایکس ها ثابت و برابر وی کوسینوس کسینوس آلفا هست در راستای محور ایگرک ها اما این طور نیست چون من شتاب دارم سرعتم ثابت وی سف سینوس آلفا باقی نخواهد موند و در طول مسیر سرعتم تغییر میکنه یعنی در حقیقت در طول زمان سرعت من در راستای محور وای ها تغییر خواهد کرد بیاید اول با هم ببینیم اصلا برای سرعت در راستای محور وای ها چه اتفاقی میفته اول وی سینوس آلفا هست. سرعت در راستای محور وای ها بعد تغییر میکنه تغییر میکنه در این نقطه که من بهش میگم نقطه اوج پس به این نقطه در حرکت پرتابی میگیم نقطه اوج حرکت پرتابی چون حد اکثر ارتفاع اونجا هست اگر من سرعت لحظه ای رو رسم کنم و میدونم که سرعت لحظه ای مماس هست بر معادله مسیر که این چیزی هست که اینجا رسم شده میبینید که سرعت لحظه ای در نقطه اوج فقط در راستای محور ایکس ها هست و من هیچ سرعتی در راستای محور وای ها ندارم و بنابراین سرعت در راستای محور وای ها در نقطه اوج صفره پس اینو حتما یادتون باشه که سرعت در راستای محور وای ها از وی صفر سینوس آلفا شروع میشه کم میشه کم میشه کم میشه و در نقطه اوج صفر میشه و بعد از اون دوباره شروع میکنه زیاد شدن زیاد شدن زیاد شدن تا حالا حرکتش رو به پایان برسونه بنابراین من نتیجه میگیرم که سرعت در راستای محور وای ها من دوباره با این قلم اشتباه هم گنوشتم سرعت در راستای محور وای ها یک تابعی از زمان هست که من باید اون رو به دست بیارم که خب من مطمئن هستم برای شما خیلی کار ساده ای هست چون اگر برید و ویدئوی حرکت با شتاب ثابتی که در حرکت یک بعدی ضبط کرده بودم رو ببینید الان من دارم یک حرکت کاملا یک بعدی رو تحلیل میکنم وقتی که فقط دارم راستای محور وای ها رو تحلیل میکنم در اونجا با هم دیدیم که در حرکت با شتاب ثابت یک بودی، وی در هر زمان برابر بود با آتی به علاوه وی صفر. یعنی سرعت اولیه در اون یک بود، به علاوه شتاب ضرب در زمان که کاملا هم مشخص هست دیگه چون در هر ثانیه به اندازه شتاب سرعت من داره زیاد میشه این تعریف شتاب هست و سرعت اولیه هم که دارم بنابراین من اینجا نتیجه میگیرم که سرعت در راستای محور وای ها میشه منفی ج یعنی شتاب ضرب در زمان به علاوه سرعت اولیه در راستای محور وای ها که هست و صفر سینوس آلفا به این دو معادله در کنار هم همونجوری که یادتون هست من میگم معادله سرعت حرکت پرتابی چون من تونستم سرعت رو در راستای ایکس و در راستای وای به شکل دقیق مشخص بکنم خب پس بیاید یک بار با هم مرور بکنیم چی کار کردیم ما با هم دیدیم که حرکت پرتابی من میتونم اندازه سرعت اولیه و زاویه سرعت اولیه رو به دست بیارم و بعد از اون دیگه جسم رو رها میکنم و دیگه من روش هیچ کنترلی ندارم و وقتی که جسم رها هست طبق قانون دوم نیوتن فقط در راستای محور وای ها یعنی به طرف زمین البته من محور وای ها رو اینجوری تعریف کردم و در نتیجه در راستای محور وای ها شتاب منفی ج بهش وارد میشد در راستای محور ایکس ها هیچ شتابی نداشت و این سرآغاز موفقیت ما در تحلیل حرکت پرتابیه وقتی که تونستیم تمام نیروها و در نتیجه شتاب وارد بر جسم رو به دست بیاریم و در نتیجه با دونستن معادله شتاب من تونستم معادله سرعت رو به دست بیارم در حقیقت من تونستم حرکت رو تفکیک بکنم به دو بعد مجزا و الان دارم پله پله هر بعد رو جداگانه تحلیل میکنم و بعد از اینکه تونستم هر بعد رو جداگانه تحلیل بکنم حالا اگر به شما بگن سرعت رو در زمان تی بردارش رو به صورت دقیق مشخص بکنید یعنی کل سرعت رو شما دیگه این رو خیلی راحت بلد هستید میگید این برابر هست با وی سف کسینوس آلفا یعنی سرعت در راستای x آی به علاوه منفی جته به علاوه v سینوس آلفا یعنی سرعت در راستای یعنی محور وای ها ج. یعنی شما اصلا نیازی ندارید برای تحلیل یک حرکت پرتابی از اول شروع بکنید با تحلیل ترکیب دو بود کافی جدا جدا هر بود رو تحلیل بکنید و بعد جمع برداری اونها به شما تحلیل مجموع حرکت رو خواهد داد در ویدئوی بعد از معادله شتاب و معادله سرعت معادله حرکت حرکت پرتابی رو به دست خواهیم آورد فعلا خدافظ